اگه دوست دارید یه انتخاب حرفه‌ای داشته باشید و بتونید یک شخص رو از یک پس‌زمینه کامل جدا کنید و وارد پس‌زمینه دیگه بکنید و شخص رو همینجا حذف کنید، تو این آموزش با من همراه باشید. خب برای شروع کار ابزار کویک سلکشن رو انتخاب می‌کنم و از گزینه‌های بالا گزینه سلکت سابجکت رو انتخاب می‌کنم. توسط این گزینه شخص انتخاب میشه، هر جا که احتیاج به اصلاح داشت خودم با این ابزار بهش اضافه می‌کنم. انتخابمون در حد مناسبی که شد و تقریبا همه قسمت‌ها انتخاب شدن، میام گزینه سلکت اند ماسک رو از قسمت بالا انتخاب می‌کنم و می‌زنم. وارد این فضا میشیم. اینجا اگر جایی احتیاج به اصلاح داشت انجام میدیم. برای موها از گزینه جدید ریفاین هیر که در فتوشاپ 2021 اضافه شده میتونیم استفاده کنیم. خب هایلایت و تیرگی های مو رو اشتباه تشخیص داد. میام سراغ ابزار براش و این قسمت رو بهش اضافه میکنم که حذف نشه از کارم. برای تورها از ابزار ریفاین ایج استفاده میکنم، ریفاین ایج براش، و روی قسمت هایی که تور هست کامل میکشم. سعی کنید فقط روی قسمت های تور بکشید و ساب کنید تا انتخاب بشه. این ابزار بهترین ابزار برای انتخاب تور هست. سایز ابزارش رو کوچیک‌تر می‌کنیم و جاهایی که باقی مونده رو هم اعمال می‌کنیم. خب اگه انتخاب اون کامل شد، می‌ریم سراغ تنظیماتمون و کمی بهش اسموت و فیدر می‌دیم. بعد از اون میام ریدیوس و اسمارت ریدیوس رو هم تا حد قابل قبولی می‌ذارم. گزینه نیو لیر ویت لیر ماسک رو انتخاب می‌کنم و اوکی رو می‌زنم. تصویر ما از پس‌زمینه جدا شد. حالا میریم سراغ تصویر دوممون. تو این تصویر میخواییم شخص رو از پس‌زمینه جدا کنیم و حذف کنیم. مجدداً گزینه کویک سلکشن رو و بعد گزینه سلکت سابجکت رو میزنم. تصویر انتخاب میشه. اگر جای اضافه یا کم باشه اون رو حذف میکنم. بعد از اون میام سراغ گزینه مودیفای اکسپند. مقدار 30 پیکسل رو بهش میدم که منطقه انتخابم گسترش پیدا کنه به اندازه 30 پیکسل. اگر مناسب بود و اندازتون بود کافیه. اگر نمیتونید دوباره این کار رو تکرار کنید. خب این دفعه 10 پیکسل دیگه بهش اضافه میکنم. حالا وارد منوی ادیت و گزینه کاندید اورفیل رو انتخاب میکنم. تصویرتون به این صورت در میاد. در این قسمت پریویو تصویر رو میبینید و اینجا هم مناطق سبز رنگ مناطقی که سمپل گیری یا نمونه گیری میشه. به خاطر اینکه این علف ها انتخاب نشن برای بازسازی، کاری که انجام میدم با همون ابزار براش این قسمت ها رو پاک میکنم. خب تصویر اون به این صورت میشه. میتونید با تغییر دادن این منطقه و رفرش شدن انتخاب به نتایج بهتری برسید. حتی میتونید اگر خواستید به مقدار منطقه انتخابتون کمتر یا زیادتر کنید. خب چند بار این کار رو تکرار میکنیم تا به نتیجه دلخواهمون برسیم. این گزینه باعث میشه که انتخابتون ریست بشه. من با توجه به چیزی که بود دقت کردم، انتخاب اولم رو ترجیح دادم و دوباره اومدم این مراحل رو پیش رفتم تا انتخاب صحیح داشته باشم. صبر میکنم تا اعمال بشه و تقریبا گزینه غیر قابل قبولی برای من میشه. اوکی رو میزنم و مجددا کمی صبر میکنم تا بر تصویرم اعمال بشه. توی یک لایه جدید این قسمت اضافه شده. کنترل دی رو میزنم از حالت انتخاب خارج بشه و ابزار استامپ رو برمیدارم. قسمت هایی که احتیاج به اصلاح داره رو اصلاح میکنم. حالا میام تصویرم رو با ابزار موف از
تصویر قبلی برمیدارم و وارد این سند جدیدمون میکنم. قسمت های دیگر رو اصلاح نکردیم چون خیلی از قسمت ها زیر تصویر شخصمون میفتن و اینجا قرارشون میدم. خب کنترل تی رو میزنم، اندازه ها رو هماهنگ میکنم تا قشنگ سر جایی که میخوام باشه قرار بگیره. میتونم توی لایه اون قسمت هایی که اضافه است پاک کنم تا تصویر درست بشه. خب کامل اینجا مشخصه، تور رو هم میتونید ببینید و زیر تصویر هم اون فضا هست. این قسمتی هم که احتیاج به اصلاح داشت چون زیر شخص قرار میگیره پس برای ما مهم نیست. کنترل کلیک میکنم روی لایه ماسک، قسمت های اضافی رو کم میکنم و میذارم فقط شخص من به صورت ماسک شده انتخاب باشه. یک لایه جدید ایجاد میکنم و با کلید Alt Delete رنگ رو داخلش میریزم. دوبار سه بار این کار رو انجام میدم تا رنگم تیره تر بشه. کمی با ابزارهای حرکتی حرکتش میدم و از منوی فیلترها فیلتر بلر، گاشیان بلر رو انتخاب میکنم. با توجه به کارتون میتونید مقدار رو کم یا بیشتر کنید. خب حالا میام سراغ اوپاسیتی و اوپاسیتی رو هم کم میکنم تا به مقدار دلخواه خودمون برسه. میام سراغ ایمیج ادجاستمنت و از گزینه مچ کالر استفاده میکنم تا رنگ ها رو اوکی باشه. اسم سند جاریم رو انتخاب میکنم و لایه بک‌گراند. توی قسمت فید مقدار تاثیر این افکت رو کم میکنم. کالر انتیسیتی شدت نور و رنگ رو داره و لومیننس هم مقدار نور رو کم یا زیاد میکنه. با دستکاری کردن این سه گزینه میتونم به حالت دلخواهی که میخوام برسم. اوکی میکنم. دقت کنید چون اینجا لباس سفیده اتفاقی که میفته خیلی روشن میشه، پس من از لایه یک کپی دیگه میگیرم و این گزینه رو یک بار دیگه اعمال میکنم. خب همون مراحل قبل رو میرم، تنظیمات رو انجام میدم و اون چیزی که میخوام رو براش به دست میارم. بعد از اینکه تنظیمات رو اوکی کردم، اوکی رو میزنم. حالا دو تا لایه مختلف داریم، یک لایه قبلی یک لایه جدید. میام توی لایه جدید یک ماسک دیگه میخوام اضافه کنم چون امکانش نیست، میام به صورت گروه میکنم این رو و یک گروه جدید ایجاد میکنم، براش ماسک رو اضافه میکنم. خب فکر میکنم اشتباه کردم، لایه بالایی رو باید باش ماسک اضافه کنم، پس گروه رو برمیدارم و لایه بالایی رو داخلش میندازم. حالا اینجا یک ماسک لایه اضافه میکنم، کنترل آی میزنم معکوس بشه و فقط این افکت رو اجازه میدم که روی صورت و دست ها اعمال بشه. خب تصویر ما قبلا این بود و به راحتی تونستیم انتخاب کنیم و تصویر جدید رو جایگزین کنیم.